درود فروان خدمتتون عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. دوستان امروز قصد دارم که گروه کاشی و سرامیک را بررسی داشته باشم. توجه داشته باشید که در حال این بررسی هایی که ما انجام میدیم به منظور سیگنال دهی یا اینکه خرید و فروش حتما روش انجام بدید نیست، به منظور اینه که بالاخره ما با نقاط حمایت، مقاومت، رفتار نمادها بیشتر آشنا بشیم و در هنگام تصمیم گیری قطعا بتونیم یه سری نکاتی را لحاظ بکنیم. تصمیم گیری نهایی با شما عزیزان هستش، خب قطعا بایستی یه مقداری از نظر بنیادی هم نمادها را بررسی کنیم. نکته دیگه هم این که ما هر نمادی را بررسی میکنیم دوستان، اسم این نماد این بالای این قسمت چپ نوشته شده. مثلا دوستی به من اطلاع دادند و دیروز فکر میکردن که من نماد چکارم آخرش میم داره را بررسی کردم، یعنی کارتون سازی مشهد، که اصلا اون نماد چند سالی بسته شده. ما نمادی که دیروز بررسی کردیم چکارن آخرش نون داشت، کارتون ایران هستش. پس بالاخره اینا تلفظاشون شاید خیلی به هم شبیه باشه و منم به خاطر اینکه سریع دارم اینا رو میگم به این توجه نکرده باشم. در حال خودتون اینجا نگاه بکنیم، ما نمادی که داریم بررسی میکنیم اسمش رو اینجا قطعا نوشته و باعث از روی اون به اصطلاح شما تشخیص بدین که چه نمادی هستش. خب گروه کاشی سرامیک را با هم نگاه میکنیم، گروهی که تقریبا تو چند سال اخیر رشد خیلی خوبی را داشته و از سال 95 به این طرف به صورت خیلی خیره کننده نمادهاش شارپی تا سال 99 بالا اومدن. البته این دو سال به مانند اغلب نمادهای بورس خب وارد یک فاز رکود شدن، البته باز هم اوضاعشون خیلی بهتر از بسیاری از گروه ها بود و همونجوری که مشاهده میکنین این گروه سال 99 تابستون 99 به این عدد رسیده بود و بعد از اون قضیه حتی به بالاترش هم رسید، دو مرتبه دیگه به اندازه، یعنی سه بار دیگه به رقمی که در سال 99 بهش رسیده بود الان دستیابی پیدا کرده توی این دو سال اخیر. درسته که روند نزولی بوده ولی بخیر کسایی که وارد این نمادها شده بودن یا اینکه تونستن سود بگیرن یا اینکه ضرر کمتری را داشتن. در هر حال روند نزولی تقریبا میشه گفت از برج 8401 تمام شده، وارد یک کانال صعودی شدیم که این کانال را من اینجا براتون رسم کردم، مشاهده میکنید و امیدواریم که این قضیه ادامه دار باشه. یه نکته خیلی حائز اهمیتی که بایستی توجه بکنید به این فلش های قرمز رنگی هستش که من اینجاها برای شما گذاشتم. نمادهای این گروه معمولاً سیر صعودی خوبی را در نیمه اول سال دارند و توی شهریور یا مهر یه اصلاحی مشاهده میشه که این اصلاح هر سال در این نمادها رویت شده. ببینید الان این مال 1401 شون هستش که برج 6 یه اصلاحی انجام گرفته، این مال 1400 هستش که مجدداً برج 6 این اصلاح صورت گرفته. البته اصلاح بیشتر و عمیق‌تر بوده، علتش هم اینه که خب در اون ایام کل بورس هم با این قضیه مواجه شد. اینجا مشاهده میکنید برج 6 یا اواخر 5399، یعنی زمانی که بورس ریزش داشت اینها هم اصلاحشون دقیقا مقارن با اصلاح بود، ولی خب بعدش هم میبینید که بالا اومدن. و حالا من به این یکی کاری ندارم، میخوام بگم که این اصلاح برج 6 حتما وجود داره، یعنی الان حتما در 1401 بوده، در 1400 بوده، در 99 بوده، این مال 98 ده. در 98 ببینید دوباره 27.6 این اصلاح حتما اتفاق افتاده، این مال 97 97 ابتدای برج 7 اتفاق افتاده، یعنی 3-7. خب دیارا تقریبا دستشون گردن همه دیگه، اتفاق افتاده توی اون لحظه. باز بیایم اینجا مال ساده 96 14.6-96 ببینید این قضیه مجدد اتفاق افتاده. فقط سال 95 هستش که این داستان اتفاق نیفتاده، علتش هم اینه که خب دیگه قیمت خیلی کف بوده، یعنی سال 95 به خاطر اینکه قبلا یک اصلاحی اینجا از اینجا شروع شده بوده و این اصلاح ادامه دار بوده از سال 92
این اصلاح ادامه دار بوده دیگه تا سال 95. تازه اینجا ایامی بود که این اصلاح تمام شده بود و نمادها شروع کردن به حرکت بعد از 2 سالی که این اتفاق افتاده. بنابراین چون خیلی نزدیک به این قضیه بوده این اتفاق رو مشاهده نمی کنیم در سال 95، ولی از 96 به این طرف ما برج 6 یا نهایتاً دیگه ابتدای برج 7 حتما اصلاح رو در نمادهای این گروه میبینیم. علت چه همین هستش که خب معمولا این نمادها در فصل تابستان سوداوری خوبی دارند و بعدن حالا تقسیم سود که میشه توی اون ایام یا اینکه سودشون که مشخص میشه اینجا این اصلاح را انجام میدن. بنابراین بهترین موقع خرید این هستش که شما از همین ایام نمادها رو زیر نظر بگیرید و در بهترین موقع ورود اگه خواستید بهشون ورود بکنید. البته الان همجور مشاهده میکنید شاخص کل گروه به سقف کانال خودش تقریبا چسبیده. انتظار ما این هستش که از نظر تکنیکالی الان یه اصلاح داشته باشه و به سمت پایین حرکت کنه، ولی اینو در نظر داشته باشیم که الان از فردا تازه بورس میخواد راه بیفته و شروع بشه، یعنی احتمال داره که فردا شاهد یک جهش در کل بورس باشیم. اگر این اتفاق بیفته و این هفته برای کل بورس خیلی خوب باشه، سبز باشه، اینها قطعا شاید از این کانال خودشون هم خارج بشن و به کانال بالاتری بیان. اگر الان در این شرایط نبودیم، یعنی در شرایط شروع سال جدید برای سال جدید مالی نبودیم در واقع که برای کل کشور اتفاق میفته، تورم اتفاق میفته، بالاخره نقدینگی زیاد میشه، این داستان ها نبود و انتظار رشد بورس فعلا فرضیه رشد بورس روی میز نبود، بعدن ما انتظار داشتیم که اینها یه اصلاحی بکنند و بیان پایین بعدن برای خرید مناسب بشه. حالا شاید اصلا اتفاق نیفته و بیا بالا، ولی باز هم ریسک داره. یعنی اینجا شما بیاید نمادهای بخرید که الان در سقف تاریخی خودشون تقریبا قرار گرفتن، یا اینکه حالا با هم بررسی بکنیم دونه دونه ببینیم به چه صورتیه. اولین نماد نماد کترام هستش که تولیدی کاشی تک سرامه و همونجوری مشاهده میکنید RSI به ناحیه پر ریسک وارد شده و خب مثلا RSI که نگاه میکنیم فعلا وحشت میکنیم برای خرید، ولی خب میگم فعلا این قضیه رو هم در نظر بگیرید که ابتدای سال شاید همینم بیاد بالا. در هر حال کانال سعودی را این بهش وارد شده که این کانال هستش تقریبا میشه گفتش از هم برج 8 وارد این کانال سعودی شده از ابتدای برج 8 و تا الان هم ادامه داشته. یه بار اصلاح داده تا کف کانال پایین اومده، تقریبا الان نزدیک سقف کاناله، بنابراین فعلا فقط میتونیم زیر نظر داشته باشیم. اگر مجددا رسید به کف کانال بتونیم خرید رو انجام بدیم. یه نکته دیگه هم این که الان قیمت روی تابلو 1168 تومنه، بالاترین قیمتی که به خودش دیده اینجا حدودا 1778 تومنه، یعنی حدودا 600 تومن فاصله با پیک و خب این فاصله هم این مقدار کمه حالا نسبت به بقیه نمادهایی که با هم خواهیم دید. این نماد کسعدی هستش. خب کسعدی هم میبینید تقریبا از برج 8 همین حرکت سعودی رو شروع کرده. تفاوتش با نماد قبلی این هستش که خب نزدیک سقف کانال نیست و تقریبا از نصف پایین تره توی کانال خودش. این مورد اول. مورد بعد این که نسبت به پیک تاریخی خودش هم اختلاف زیادی داره، یعنی قیمت 3770 تومان پیک تاریخیه که الان 1287 تومان روی تابلو تقریبا یه سوم اون قیمت را داریم اینجا مشاهده میکنیم. RSI هم هنوز با اون سفیده یه ذره فاصله داره. البته خب بهترین موقعیت این بود که شما اینجایی که RSI به سمت بالا حرکت کرد خرید انجام میگرفت که دقیقا برخورد به کف کانال هم بوده و خب تقریبا 7-8 روز پیش هم هست، خیلی دور نیست. روی قیمت 1150 بهترین قیمتی بوده که توی این یک ماه اخیر میشد خرید کنیم، چون یه اصلاح هم داده بود و برگشته بود پایین. ولی خب قطعا حالا اگر خرید نکردید، اگر ریسک روشو میپذیرید میتونید الان خرید کنید صف کانال بفروشید. اگر کم ریسک تر هستید باید صبر کنید تا این بیاد به کف کانال برسه. شاید هم با شروع سال بخاطر اینکه انتظار روند صعودی داریم همین الان هم خوب باشه برای خرید و تارگت حالا حداقل سقف کانال.
البته خب ما هنوز تا اون شهریور ماهه وقت زیاد داریم، تایم زیاد داریم، وقت خرید، فرصت خرید هنوز وجود داره. اینجوری نیستش که بگیم حتما خریدتون را سریعا انجام بدید، ولی خب برخی از سالها بوده که از همون ابتدای سال روند صعودی بوده و تقریبا همون اوایل سال در کف قیمت قرار گرفته بودن نسبت به شهریور ماهشون. نماد بعدی کاشی پارس هستش که خب این کاشی پارس هم به مانند بقیه اعضای گروه فعلا یه حرکت صعودی را شروع کرده، البته این هم تا یه مقاومت خودش خیلی فاصله نداره، مقاومت 1100 تومن مقاومتیه که اینجا برش مشاهده میشه، البته پیک کلیش 1530 تومن هستش. با توجه به اینکه الان خیلی نزدیک اون مقاومت شده 1100 تومن و حالا از کف کانالی هم که توی همین مدت کم براش ساخته شده شاید یه مقداری فاصله گرفته باشه که حالا این کانال صعودیش رو هم با هم دیگه ببینیم. این هم تقریبا این کانال صعودی که داره جلو میره، الان وسط اینم، یعنی این که پارس هم دقیقا وسط کانال صعودی خوش قرار داره و فقط نکاتش اینه که الان دقیقا روی یه نقطه مقاومتی قرار داره که شاید این مقاومت رو به راحتی رد کنه. مهمترین مقاومت که داره یکی اینجاست 1100 تومانه که خب این هم اگه به راحتی رد کنه دیگه مقاومت بعدی اینجا هاش قرار میگیره، ولی خب نکته اینجا هستش که این مقاومت 1100 تومانی تقریبا سقف کانال هم هست، یعنی احتمال اصلاح روی این 1100 تومان وجود داره، بنابراین بالاخره این ریسکا رو هم باید در نظر بگیرید. نماد بعدی نماد که حافظ هستش که خب نماد که حافظ هم میبینید آرسای تقریبا وارد منطقه سفید شده، حالا قبلی هم آرسایش رو هم یه نگاهی بکنیم که اینم تقریبا داره به ناحیه پر ریسک وارد میشه برای که پارس، که حافظ هم که اصلا وارد ناحیه سفید رنگ شده و همونجوری که مشاهده میکنید به سقف کانال خودش هم تقریبا رسیده، گویا کندل آخر هم ببینیم قرمز هستش یا برگشت سایه سبز داره، یعنی دقیقا به سقف کانال برخورد کرده و برگشته به سمت پایین. درسته که کندل سبزه ولی سایه بالای کندل رو میخوام توجه بکنید، من شکل بزرگتر میکنم که مشخص بشه، آخرین کندل سبزه ولی ببینید قیمت از اینجا شروع شده بوده، یعنی از 748 تومان شروع شده تا اینجا تقریبا تا 780 تومان که سقف کاناله بالا رفته و بعدم برگشته پایین رو 750 تومان مونده. بنابراین این هم الان در شرایط پر ریسک قرار میگیره، خب قطعا بهترین قیمت کف کانال بوده که 640 دو سه مرتبه به کف کانال خودش توی این چند ماه اخیر تقریبا یا خورده یا نزدیک شده، بنابراین اگه بخواین این رو هم خرید کنید بهترین جای اینجا هستش که روی قیمت تقریبا 670-80 تومن اینجاها که نزدیک کف کاناله خرید کنید، یا حواستون به آرسای هم باشه. باز مانند قبلی ها بالاخره این احتمال وجود داره که با تجربه روند کلی بورس که مثبت بشه برای سال جدید اصلا این قضیه منتفی بشه بر نگرده، همین حوضای سقف جلو بره تا سقف رو بشکنه بالا بره، این هم هست. در حال با پیک تاریخی خودش که در فکر میکنم برج ده 99 اتفاق افتاده با فاصله شرانه 752 تا 1057 در نظر بگیری 300 تومن نظر قیمتی فاصله داره که تقریبا 30-35 درصد کمتر از اون قیمت هستش و خب قطعا اینجوری نسبت این ریسک کمتره نسبت به اون اولی که با هم دیدیم کترام که خب الان خیلی نزدیک بود، ببینید این یکی الانه 1160 بود تا 1700 تومن درست 600 تومن فاصله داره، ولی خب اینم تقریبا 30 درصد تقریبا یکیه، نه خیلی هم فرق نمیکنه که حافظ اون یکی تقریبا یه جور هستن نسبت به پیک خودشون، ولی خب مثلا کسعدی خیلی فاصله داره، این تقریبا یه سوم این قیمته و واقعا فاصله زیاده، بنابراین ریسکایی که در نظر میگیریم اینا هستش دیگه، تا پیک چقدر فاصله داره، تا سقف کانال چقدر فاصله داره، تا مقاومت هایی که سر راهش چقدر فاصله داره، چند تا مقاومت سر راهش داره، این مسائل رو باید در نظر بگیرید. بعدی کمرجان هستش که خب کمرجان هم یک روند صعودی رو تقریبا براش میتونیم ببینیم که البته خب از خیلی قبل‌تر این روند صعودی با توجه به اینکه یک روند نزولی با شیب تند هم داشته دیگه از برج 11400 تقریبا با
وارد یک روند صعودی شده، یک کانال تقریبا منظمی برای شکل گرفته. این کانال منظم دو سه مرتبه در حال تا نزدیکای کف اومده، دو مرتبه به کفش برخورد داریم و امسال اینجوری نیستش که زیاد به کف برخورد کرده باشه، یعنی فقط یه بار برج هفته 1401 پارسال 1401 به کف کانال برخورد کرد، بقیه دفعات میبینید تا نزدیکای کف اومده. الان از نصف یه ذره رفته بالاتر، پس بنابراین احتمال داره مجددا تا نزدیکای کف بیاد، یعنی انتظار نشه بشه که حتما بیاد به کف و اگه به کف و خب خیلی عالیه، ولی چون روند بورس میتونه صعودی باشه شاید از این به بعد واسه در سقف کانال یا نزدیکای سقف ببینیمش، اینو هم در نظر بگیرید براش. در حال اولین مقاومتی که سر راهش قرار داره قیمت یکم چرخ پیش بهش رسید، یعنی 920 تومن هستش و همچنین سقف کانال که حدوداً 1020 تومنه، یه چیزی بین 920 تا 1020 الان مقاومت تقریبا براش وجود داره که شاید اونجا اصلاح بده. اگه اونجا اصلاح کرد دیگه باید ببینیم تا کجا پای میاد و نقطه که میخواد مجددا برگرده به سمت بالا خریدش را انجام بدید. البته تا قیمت مرداد 99 سال 99ش میبینید که تقریبا الان نصف شده، این یکی نصف شده و خب باز هم که سعدی اینجا فاصلهش بیشتره اگه بخوایم اینجوری بررسی کنیم. نماد بعدی نماد کساوه هستش که خب کساوه هم میبینید در حال قبلا به قیمت 9130 تومن رسیده، الان 6400 تومنه، اینم تقریبا 30% میبینید که نسبت به پیک خودش فاصله داره، ولی در حال حاضر مهمترین مقاومتی هم که براش وجود داره همون مقاومته، یعنی تقریبا میشه گفتش تمام مقاومت‌ها رو رد کرده، در یک روند صعودی از چند ماه قبل قرار گرفته و در حال با یه شیب بسیار خوبی داره به سمت بالا حرکت میکنه و احتمالاً خب بتونه مجدداً مانند همون سالهای 97 و 98 99 که با همین شیبه تقریبا یه نفس بالا توی دو سه سال ازش دیده میشه بتونه این قضیه رو مجدد رقم بزنه، یعنی از برج 597 تا برج 599 یا حالا برای تا سال 99 ببینیم چه برجیش بوده، چون تا اینجاها اومده بالا اینا اغلب تا برج 10-11 اومدن دیگه و این تا برج 9 اومده، برج 10 اومده، بله تقریبا دو سال خورده میبینید که خیلی خوب اومده بالا و بعدا توی یک دو سالی تقریبا تو روند نزولی افتاده، ولی باز هم تونسته جبران بکنه و الان خیلی نسبت به بسیاری از سهم‌ها که فاصله شون هنوز تا پیک خودشون حفظ شده میشه گفتش روند بهتری رو داشته، غیر از یه مدتی که تو صف فروش افتاده بود اینجاها، بعدش خب اصلاح که داد بعد از این اصلاح میبینه که اغلب اوقات هم تو سقف کانال قرار داشته، توی این منظورم توی یک سال و نیم اخیر هستش، الان هم که دیگه اصلا کانال شکوند و به سمت بالا داره حرکت خودش رو انجام میده. حتا برای کساوه هم میتونیم به زمانهایی که برای اصلاح در نظر گرفته میشه را برای نقاط ورود یه جورایی در نظر بگیریم. نماد بعدی کاشی الوند یا نماد کلوند هستش که این هم میبینید تقریبا به مقاومت پیک خودش رسیده، نزدیک شده 4300 تومنه، الان تقریبا 4065 تومن هستش و خب RSI وارد نقطه سفید رنگ شده، روندش هم که تقریبا میشه گفت یه حدود یک سالیه صعودی هست و داره به سمت بالا حرکت میکنه، از 1400 تا الان پیشرفت خوبی رو در این نماد هم داریم مشاهده میکنیم و احتمال داره این قضیه تا به حال شهریور امسال هم بخواد طول بکشه. نماد بعدی و تنها نمادی که تو این گروه هنوز حرکت خودش رو شروع نکرده نماد کهرام هستش، البته کهرام دو روز قبل صفحه فروشش جمع شد و روز قبل معاملاتی یعنی 28 اسفند هم میشه گفتش که معاملات در طول روز براش انجام گرفت، چون خیلی وقتی بود در صفحه فروش قرار میگرفت و معامله هم انجام نمیشد، همونجور آروم آروم پای میومد، حجم مبناش رو نمیزد ولی در حال معامله انجام گرفت، هنوز صفحه فروش وجود داره
احتمال داره دیگه آخرای صف فروش باشه و یه جورای جمع بشه صف فروش. RSI هم در نقطه خوبی قرار گرفته، هر وقتی که این به سمت بالا حرکتش شروع کرد میشه برای خرید در حال اقدام کرد. حالا به صورت پله‌ای یه جورایی میشه گفتش که الان در نقطه بسیار خوبی هم نسبت به چند سال اخیر از نظر خرید قرار گرفته، به خاطر اینکه کمترین قیمت 1401 همین چیزی هستش که الان روی تابلوه. در کل سالهای 99 1400 1401 قیمت از چیزی که الان روی تابلوه بالاتر هستش. البته اگه بخوایم کانالی حساب بکنیم خب جا داره که مثلا تا این کف کانال تا 3900 هم پایین بیاد، ولی بعید به نظر میرسه اگه اوضاع بورس خوب بشه و با توجه به اینکه گروه کاشیام بالاخره اول برنامه خدمتتون گفتم تو برج 6 بالا میاد بخواد تا کف کانالش رو بیاد، اینم احتمالاً بالاخره اگر اوضاع بورس ذره مساعد بشه و خریدها روش انجام بگیره صف فروش رو جمع بشه، کم کم باستی منتظر صعودش باشیم. بنابراین میشه روی یه پله فعلا ورود رو انجام داد و حالا با یه دیدگاه مثلا چند ماهه حداقل روش صبر کرد. حالا از نظر بنیادی شاید یه مقداری مسائل داشته باشه که باعث شده فعلا قیمت رو به این صورت مشاهده بکنیم، ولی اگه یکی دو تا خبرم اونجا خبر خوب بیاد و کمک بکنه به این قضیه قطعا این هم میتونه راه بیفته. در حال نمادهای گروه کاشی سرامیک معمولا نمادهای خوبی هستن و خب توی این چند ساله هم بازدهی هاشون تقریبا بازدهی های خوبی بوده و اگر بتونید در نقاط مناسب خریدشون کنید، ببینید این مهم اینه، خرید در نقاط مناسب میتونه سود خوب رو برای شما رقم بزنه. منتظر نظرات خوب شما عزیزان هستم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.